ویدیو توتوری بچه‌مون تا پلی زام و خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو توی سرور هک کینگدام. بچه‌ها اگه تریلر سرور رو ندیدید حتما برید اون رو اول ببینید. توش سرور رو نشون دادیم تقریبا بهتون، ولی توی این ویدیو قرار نیست که سرور رو بهتون نشون بدم. توی این این چیه رو کله من؟ برو ببینم بابا. سلطان شهر چینجاست. میگفتم توی این ویدیو قرار نیست مپمون رو بهتون نشون بدم، چون فکر کنم یه تریلر دیگه هم از سرور بدیم بیرون. خب ولی توی این ویدیو قرار با هم دیگه این بانک رو که بانک هک کینگدام با هم دیگه دیزاینش کنیم، و شما بچه‌ها در آخر به دیزاین من توی کامنت ها نمره بدید. اگر از این ویدیو حمایت بشه تا قبل از ران شدن سرور از جاهای دیگه سرور هم واسهتون ویدیو میذارم. این بانکی که میبینید رو بیلدرای ما دیزاین کردنش کم و بیش، ولی خب دیزاینش مغولستانیه دیگه. الان این چیه اینطوری پرچم رو زدی اینطوری تا اون بالا رفته؟ مثلا اینجا هم همینطور، اینجا هم سه تا درخت اومده گذاشته، نمیفهمم واقعا، اصلا با دیزاینش حال نمی کنم. توضیحشونم برای این دیزاین شت این بود که خب بانک همه جا ساده است، ولی خب من این رو قبول ندارم. یه چیزی هم بچه همین اول کار بهتون بگم، این پلیدات هک کینگدامی که میبینید خودتون رو اذیت نکنید برید مثلا بخواید باش جوین سرور بشید. این آی پی فلان کار نمی کنه و آی پی سرور کلا این نیست، یه چیز دیگه است. خب این از این. راجع به اچودی بازم بخوام واسهتون بگم، این اچودی نهایی ما نیست، این سرور یه اچودی که همینطوری گذاشتیم و ایرادات هم داره، بخش جابش ایراد داره هنوز، و اچودی اصلیمون این نیست. اچودی اصلی رو من توی ویدیو نمیام نشون بدم که لو بره، اچودی اصلیمون یه چیز دیگه است. ولی اینا که بگذریم، توی این ویدیو ما هر طوری که است این بانک رو باید تبدیل کنیم به جای خوب. به هر حال بانک هک کینگدام و خوب نیست که اینطوری باشه. اینجا هم که کارمندای بانکمون رو داریم، و همونطور که میبینید اسم بانکمون بانک منصوره، ولی این بانک محمود بود. خب این شد بانک منصور. یه بانک دیگه هم یه جا دیگه داریم، اونم بانک ناصره. خب ولی این دقیق بازی ها رو 100% خب تا زمان جان شدن سرور جمعش میکنیم. واقعا دوست دارم اسم بانک سرور بانک منصور باشه. یه اسم خوب توی کامنت ها برای بانک سرور حتما پیشنهاد بدید. و این رو هم بهتون بگم، پلاگین بانکمونم پلاگین کاستومه. این سرور تا دلتون بخواد پلاگین های کاستوم داریم که حالا در آینده 100% خواهید دید. و این سرور میتونم بگم مثل هک‌کرافت نیست که دیگه مثلا بریم دوتا پلاگین این ور اونور دانلود کنیم و ران کنیم، نه، پر از پلاگین های کاستوم خفنه. و دلیل این هم که ران نمیشه اینه که این سرور تا فیکس نباشه من رانش نمی کنم. اصلا دوست ندارم بیایید توی سرور باگ بخورید، آیتماتون بپره، اذیت بشید. اصلا اینا رو دوست ندارم و میخوام وقتی میایید توی سرور بیایید و عشق و حال بکنید. پس به همین مناسبت توی کامنت های تاها مهربون برای من بنویسیم من یکم عشق کنم. واقعا کامنت هامون خیلی کمه، افسردگی میگیرم. شاید باورتون نشه ولی من روزی 100 بار یوتیوب رو باور میکنم، میرم بخش کامنت هاتون رو میخونم. خب و شما ها کامنت نمی نویسید و من ناراحت میشم، لطفا کامنت بنویسید. ولی خب اول از هر چیزی فکر کنم باید کف اینجا عوض بشه. و خب بچه‌ها الان فکر کنم کف بانکمون بهتر شد. از بلاک بی هایو استفاده کردم که فوق‌العاده است برای کف پوش توی ماینکرافت. حتما پیشنهاد میکنم ازش اگه دوست داشتید توی بیلداتون استفاده بکنید. و بریم سراغ بقیه کارا. برای کف اینجا من یه پلن خیلی بهتر دارم. به جای اینکه کف اینجا اینطوری باشه، ما میایم این بلاک‌ها میذاریم و بعدش میایم روش فرش میکشیم. این باعث چی میشه بچه؟ باعث این میشه وقتی دارید روش را میرید صدا موزیک بشنوید، که این خیلی کار رو جذابتر میکنه. از این بخش بانکمون هم خوشم نمیاد که اینطوری اینا رو گذاشتن، اینا رو هم عوضشون کنیم. بهترین دیزاینی که میتونیم برای این بخش انجام بدیم اینه که اینا رو اینطوری بذاریمشون، این خیلی بهتره. و اینم از این. همونطور که میبینید همه اینا رو عوض کردم و الان خیلی خوشگل تر شدم، ولی برای اینجا یه پلن دیگه دارم. برای این دوتا میخوام این بلاک زیریش رو عوض کنم و از اینا بذارم. نظر خودم که خیلی زیباتره دیگه، نمیدونم، نظرتون رو حتما تو کامنتو بنویسید. ولی بچه یه کار خیلی خفنترم میتونیم بکنیم، اونم اینه که این بلاک ها رو اینطوری بذاریم. نمیدونم، فکر کنم
اینطوری باشه منطقی تر و زیباتر. این یکم منطقی نیست و یکم هم زشته. سر همین موضوع من میام اینجا اینا رو اینطوری میکنم. و خب بچه ها الان میرسیم به یک جای مهم کار و اون هم سقف بانکه. از اونجایی که خیلیاتون با دیزاین هیمالیایی آشنا هستید میدونید که بهترین بلاک برای استفاده همزمان با کوارتز رد سندستونه و اینجاها رو ما باید اینطوری با رد سندستون جایگزینشون کنیم. و خب بچه ها این هم از این. البته این مدلش خوب نشد، بهتره که از اسموتش استفاده بکنیم. و نایس، الان شد همونی که باید میشد، خیلی خوشگل و ترتمیز. چیزی که الان مد نظر من هست به جای لنترن اینجاها از ردستون لامپ استفاده بکنیم. و این که میگم پلاگین بانکمون کاستوم به این خاطره. ببینید متاسفانه شما هیچ سودی دریافت نکردید. تو پول ندارم، $600 کلا پول دارم، اونم تو بانک نیست. ولی از این که بگذریم بذارید من تستی ردستون لامپ رو بذارید لانترن قرار بدم. برای حل این مشکل من میام این بالا به این شکل و خب ببینیم اینجا رو چی کارش میتونیم بکنیم. احساس میکنم اگر از زنجیر استفاده بکنیم و بعدش ردستون لامپ رو بذاریم منطقی تر و خوشگل تر بشه. و خب بچه اینم از این. الان وقت اینه که این لایه سنگی رو برداریم و بریم و پایین ببینیم. نایس، خوب شد، بد نیست، لانترن بهتره به نظر من. ولی بچه‌ها الان یه مشکلی پیش میاد، اونم اینه که این ردستون لامپا رو چجوری روشنشون کنی. من اگه اینطوری زیرشون ردستون بذارم خب خیلی زشت میشه، نه؟ ولی بچه شما ها فکر کردید که من بدون حساب و کتاب کاری میکنم؟ فکر کردید الان ردستون اینطوری قرار بذارم زیرش و زشت بشه؟ نه، ما میایم زیر همه این ردستون لامپامون یه دونه بلاک ردستون میذاریم به این شکل. و بعد اینکه زیر همه اینا ردستون گذاشتیم با این تبر عزیزمون میایم اینجاها کلیک میکنیم و بعدش یه کامند اسرارآمیز میزنیم. اینم از این. به همین راحتی ما تونستیم ردستون لامپامون رو روشن بکنیم. ولی یه مشکلی هست، این داشمون روشن نشد و همچنین اینجا ما ردستون لامپ چرا نداریم؟ نمیدونم، ولی خب اون کامند رو دوباره میزنیم. و این هم از این، بانکمون به بهترین شکل ممکن دیزاین شد. البته فعلا سقفش، باقی جاهاش هنوز مونده. از نظر من الان توی این بانک از ردستون لامپ خیلی استفاده شده، خیلی زیاد، و باید کمش بکنیم. به این خاطر من بلاک گلوستون میارم و اینجاها از بلاک گلوستون استفاده میکنم. ولی یه کار دیگه هم باید بکنیم، نورهایی که بالای این ردستون لامپ همون هستن باید حذف بشن. و خب بعد اون نوبت میرسه به چی؟ به مخفی کردن گلوستون ها. گلوستون ها نباید مشخص باشن، بلکه باید مخفی بشن پشت یه تراپدور. بهترین تراپدور برای قایم کردن گلوستون این سه تا هست. خب همین ستا. من برای تست اینو میذارم که خب با استایل بانکمون هم همخونی داره. این هم بد نیست ولی یکم رنگش پرته میشه گفت. و در نهایت این که نه، واقعا نیستنش. بهترین تراپدور برای پوشوندن این گلوستون ها توی بانک ما همین تراپدور اوکه. و خب بچه اینم از دیزاین دیوارها و گلوستون های بانکمون. همونطور که میبینید پشت تراپدور قایمشون کردم و تراپدور ها هم تا یه حدودی به یه نوع جذابی میتونم بگم زدمشون که طرحی دارم واسه خودشون و این خوبه. ولی بچه الان موردی که هست، من با ترکیب این دو نوع چوب و کوارتز اصلا حال نمی کنم، یعنی واقعا حال نمی کنم. یه استایل عجیب و غریبی داره بانکمون. ولی خب بچه همونطور که می بینید این مشکل رو هم حل کردم و الان بانکمون واقعا یه استایل دلنشین تری داره. نمیدونم نظرتون رو حتما تو کامنت ها بنویسید، ولی مدل قبلیش اصلا خوب نبود، یعنی خیلی قرقاتی بود. ولی الان یک چیز دیگهی که رفته رو مخم این کوارتزان، اینا هم باید عوض بشن نظر من. بچه واقعا حس میکنم الان بانکمون به یک مکان اسرارآمیز عجیب و غریب تبدیل شد.
نمیدونم شما هم همچی حسی رو دارید یا نه تو کامنت ها بنویسید، ولی عجیب و غریب شد کلی. ولی از این که بگذاریم، الان وقت اسلب گذاری سقفه. به نظر من بهترین اسلبی که میشه برای سقفش و اینجاهاش گذاشت همین اسلب کوارتزه. خب هیچ اسلب بهتر دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. اینجا دو نوع دیگه‌ش هم گذاشتم، که این از دیپ سلیت و اینم از همون رد سند استونه. ولی احساس میکنم اگه خود کوارتز باشه خیلی بهتر از آب در میاد، ولی در نهایت فکر کنم مجبورم از همین رد سند استون برای این سقف استفاده بکنم. و خب بچه نوبتی هم باشه، نوبت این وسط های سقفمون میرسه. من قصد دارم برای این وسط ها بیام آیتم فریم بذارم و توش چیز میزای مختلف بذارم، که فعلا گلوستون به ذهنم رسیده. و خب بچه ها، این هم از این دیزاین سقف بانکمونم تموم شد. البته خیلی اینجا رو سنگین کرد، چون آیتم فریم جزء اون چیزهاییه که مپو سنگین میکنه. و خب این همه آیتم فریمی که من اینجا گذاشتم فکر کنم برای پلیرهایی که سیستم ضعیفی دارن آزاردهنده باشه. شاید در آینده مجبور بشیم برش داریم، ولی خب در حال حاضر میذاریم همینها بمونن. و خب الان وقتی این میرسه که یکم بانکمون رو منطقی تر کنیم. واقعا منطقی نیست توی بانک گیاهای به این درازی باشه. ما میایم این لایه بالاییش رو پاک میکنیم و خب الان از نظر من بهتر شد. نمیدونم، نظرتون رو توی کامنت ها حتما بنویسید. و از اونور با رنگ کارپت هامونم حال نمی کنم و به نظر من فیروزه‌ای یا خاکستری میتونن رنگای خوبی باشن. نایس، فیروزه‌ای خیلی بهتره. به جای این فنزا هم میخوام از این والا استفاده بکنم که خیلی خوشگل ترن. کلا میخوام دیتیل بانک رو با استفاده از رنگ فیروزه‌ای انجام بدم، چون خیلی مود خوبی داره. برای این میزی هم که اینجا داریم از رنگ فیروزه‌ای استفاده میکنم و نایس، واقعا نایس. برای صندلی‌های بانکمونم همینطور. و این هم از این، خیلی خوشگل شد بچه، خیلی زیاد خوشگل شد. فقط این گوشه هاشو من اگه از این رنگ استفاده بکنم بهتر نمیشه؟ که میشه، نایس، واقعا دیگه شبیه مبل میشه. و در نهایت بچه میخوام یه حرکتی بزنم برای اینکه بانکمون از یک نواختی در بیاد، و اونم اینه که اینجاها رو اینطوری وال میکشم، در نهایت یه دونه از اینا میذارم سرش و واقعا بانکمون رو میتونم بگم از یک نواختی میتونه در بیاره. و بچه برای آخر کار هم اومدم اینا رو عوض کردم، گلای رنگارنگم توش کاشتم و که دیگه کار تمومه میشه گفت. استایل بانکمون خیلی بهتر شد، البته از نظر خودم. حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید که چطور شد بانکمون. البته به این سمتش دست نزدیم که بذارید یه دست کوچیک بهش بزنیم. میخوام برای اینجاها از لودستون استفاده بکنم. لودستون بلاک واقعا خوشگلیه، حق نگذاریم، و واقعا من دوستش دارم و حتما توی بیلداتون ازش استفاده بکنید. واقعا اصلا غوغا میکنه. الان ببینید اینجاها رو لودستون کردم، زمین تا آسمون فرق کرد لعنتی. ولی خب نوبتی هم باشه، نوبت این میرسه که با پرچمامون یکم توی بانک مانور بدیم و بانک رو باهاش دیزاین بکنیم. و الان نوبت این میرسه با استفاده از هد یکم اینجاها رو خوشگل تر بکنیم. برای مانی هد چندان جذاب و خوبی نداره، ولی این کیسه های پول رو من میارم و این کیسه ها رو میذارم این پشت، و الان اینجا قشنگ معلومه که اون پشت مشت پر پوله و بابا. و دیگه فکر کنم برای دیزاین بانکمون واقعا کافی باشه، دیگه واقعا کاری نمیشه انجام داد. همه کارهایی که میشد کرد رو کردیم. ولی در آخر این بود از دیزاین بانک سرور هک کینگدام که با هم دیگه انجامش دادیم. برای دیزاین بیرونش هم نیاز نیست واقعا کاری رو انجام بدیم، واقعا یه دیزاین خوب و به درد بخوری الان داره. توشم واقعا جذاب شد، یعنی به نسبت اینکه یک بانک کوچولو موچولوه توش دیزاین جذابی داره. تو کامنت ها نظرتون رو بنویسید و حتما به این بیلد من توی کامنت هاتون نمره بدید. به نظرتون از 1 تا 10 چه نمره ای رو میتونه این بانک ما بگیره؟ ولی بچه این بود از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما حتما لایکش کنید، توی کامنت ها نظرتون رو بنویسید. عاشقتونم و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.